در مورد ایرپورت صحبت بکنیم، در مورد فرودگاه. اگر که شما پروازهای خارجی رو از فرودگاه‌های اینترنشنال دارید، بهتون پیشنهاد میکنیم حتما این ویدیو رو ببینید، چون تمام کلمات و تابلوهایی که توی فرودگاه‌های اینترنشنال هسته شما بهتون میگیم، اینکه چجوری شما برید کارت پروازتون رو بگیرید، از کدوم قسمت توی قسمت سکیوریتی ازتون چی میپرسن و الی آخر تا وقتی که شما به مقصد میرسید از کجا وسایلتون رو تحویل بگیرید و اینکه اونجا یه سری سوال ازتون پرسیده میشه و تا آخر فرودگاه باهاتون همراه هستیم. پس اگر که میخواید این ویدیو رو از دست ندید، حتما حتما تا آخر تماشا بکنید. Hi everyone, I'm Negin Sultani. Welcome back to English Skills Channel. Today we talk about airport. سلام به همه دوستان، من نگین سلطانی هستم. خیلی خوش اومدید به کانال مهارت‌های زبان انگلیسی. ما توی این ویدیو میخوایم در مورد ایرپورت فرودگاه صحبت بکنیم. ما توی کانال مهارت‌های زبان انگلیسی به صورت روزانه ویدیوهای آموزشی رو آپلود میکنیم. اگر که شما علاقمند به یادگیری زبان انگلیسی هستید، پیشنهاد میکنم همین الان روی دکمه سابسکرایب کلیک بکنید، زنگوله بغلش هم انتخاب میکنید تا وقتی که ما ویدیوهایی رو آپلود میکنیم بر شما پیامی ارسال بشه و شما اولین نفری باشید که بیاید ویدیو ما رو ببینید. خیلی خوب، let's go. بریم سراغ درسمون. ایرپورت. ایرپورت به معنی فرودگاه هستش. ما توی فرودگاه دو تا پرواز داریم. یه پروازی که از فرودگاه خارج میشه، حالا میره سفر. یه پروازی داریم که وارد فرودگاه میشه، یعنی میشینه توی فرودگاه. خب، پروازهایی که از فرودگاه خارج میشن میگن departure. همونجوری که توی تصویرم میبینی، پروازهایی که خارج میشن departure. توی پروازهایی که خارج میشن و پروازهایی که میشینن توی فرودگاه ما دو نوع داریم، یا پرواز داخلیان یا پرواز خارجیان. دمستیک به پرواز میگن که inside the country، داخل در واقع کشور انجام میشه، پرواز داخلی بهش میگن. یه پرواز داریم international هستش. international یعنی پروازی که خارجی، بین دو تا کشور انجام میشه. پروازهایی که توی فرودگاه میشینن رو میگن arrivals. پروازهایی که میان توی فرودگاه میشینن. این هم شامل دو تا میشه، در واقع domestic and international، پرواز داخلی و پرواز خارجی بین دو تا شهر و دو تا کشور. پروازهایی که خارج میشن از فرودگاه اصولا توی طبقه بالاتر هستن و پروازهایی که وارد فرودگاه میشن توی طبقه پایین هستن. برای رفتن به طبقه بالا ما به پله برقی نیاز داریم. پله برقی میشه escalator. یا با آسانسور میگن elevator or lift. لیفت هم بهش میگن، به معنی بالا بر. قدم بعدی اینه که شما چکین انجام بدین. دو نوع چکین داریم. یه دونه self check-in هستش. همطور که تو تصویر میبینید دو تا کیوسک، به اینا میگن انگلیسیش میشه کیوسک. self check-in، شما میرید کنار این کیوسکا و چکین انجام میدید. self check-in. یکی بعدی چکینگ کانتر هستش. اون در واقع کانترهایی هستش که شما میرید پشتش قرار میگیرید و کسی اونور کاراتون رو انجام میده. چکینگ کانتر. پس دو تا چکینگ داشتیم. یا سلف چکینگ بود که خودتون انجام میدید، یا چکینگ کانتره که میرید پشت کانتر وای میسید و براتون چکینگ انجام میدن. در قسمت چکینگ شما دو تا کار رو باید انجام بدید. یکی این که کارت پروازتون رو بگیرید. کارت پرواز میشه boarding pass، میشه کارت پرواز. دومیش لاگیج هستش، اون باری که میخواید ببرید، بار مسافر. چکین لاگیج. پس توی قسمت سلف چکین شما بوردینگ پس رو باید بگیرید و چکین لاگیج رو باید انجام بدید. ولی توی قسمت چکین کانتر، اون کانتری که میرید پشتش قرار میگیرید و براتون کارتون رو انجام بدن. توی قسمت چکین کانتر یه چکت بگیج داریم، اون در واقع وسایلی که شما میخواید تحویل بدید بره داخل هواپیما قرار بگیره. یه دونه کریون بگیج داریم. کریون بگیج یعنی در واقع اون کیف یا اون رودوشی که شما میخواید ببرید داخل هواپیما با خودتون حمل بکنید. کریون بگیج. توی قسمت چکینگ کانتر این دوتا رو انجام میدید. توی قسمت سلف چکین یه دونه بگ تگ باید بگیرید. بگ تگ و اون برچسبیه که شما باید بگیرید روی، در واقع از اون کیاسکا بگیرید روی چمدوناتون، روی باراتون اونا رو وصل بکنید. بگ تگ بهش میگن. بعد اینکه بگ تگ رو گرفتید و به چمدوناتون در واقع وصل کردید، باید دنبال بگیج دراپ باشید. بگیج دراپ یه تابلویی که روش نوشته باشه بگیج دراپ که شما وسایلتون رو اونجا بذارید و براتون حمل بشه تا
داخل هواپیما. بگیج دراپ. توی قسمت چکین کانتر شما باید چه کاری انجام بدید یا چه سوالی ازتون میپرسن؟ اون کسی که اون پشت نشسته و قرار کارای شما رو انجام بده احتمالاً یه همچین سوالایی میپرسه. Next please، یعنی نفر بعدی. Could I have your passport؟ ازتون میخواد که شما پاسپورتتون رو تحویلشون بدید. شما باید تحویل بدی پاسپورتتو به اون کسی که پشت در واقع کانتر نشسته. سال بعدی که ازتون میپرسن در مورد تعداد کیف‌ها، تعداد وسایلاتون هستش. How many bags are you checking today؟ یعنی چند تا کیف، چند تا وسایل شما امروز میخواید چکین داشته باشید؟ سال بعدی که ازتون میپرسن که Would you prefer an aisle seat or a window seat؟ ازتون میپرسن که توی راهرو میخواید بشینی یا تو کنار پنجره. بچه‌ها aisle seat این تلفظش ایل هست، اسش تلفظ نمیشه. aisle seat یعنی توی راهرو. or a window seat یا کنار پنجره. جوابی که شما میتونید بدید: How many bags are you checking today؟ چند تا کیف امروز میخواید که چکین بشید؟ میتونید در جواب بگید I have 2 bags to check in. I have 3 bags or 4 bags. هر چند تا کیفی که دارید میتونید بگید که من این تعداد کیفو میخوام امروز چکین بشه. در جواب سوال بعدی که میپرسن Would you prefer an aisle seat or a window seat؟ شما میتونید بگید که I'd like a window seat please. اگه که ازتون پرسن شما میتونید این جواب بدید: من میخوام که کنار پنجره بشینم لطفاً. I'd like a window seat please. و وقتی که کارتون تموم شه بهتون کارت پروازتون رو میدن. Okay, here's your boarding pass. در واقع کارت پروازتون. ممکنه که تایم هم بهتون بگن، تایم پرواز هم ممکنه که بهتون بگن. Boarding time is 8:45 from gate 22. میگن که در واقع ساعت خروجتون 8:45، 8:45 در واقع هواپیما پرواز میکنه از گیت شماره 22. ممکنه که این اطلاعاتو بهتون بدن توی کانتر. قسمت بعدی که باید برید قسمت کاستومز هست. توی قسمت کاستومز پاسپورتتون رو در واقع مهر میکنه که شما از کشور خارج بشید. Stamp your passport. پاسپورتتون رو مهر میکنن توی قسمت کاستوم. بعد از قسمت کاستوم میرسید به قسمت سیکیوریتی. بعد دنبال یه تابلوی باشید که توش حالا احتمالاً یا نوشتن سیکیوریتی یا نوشتن سیکیوریتی چک. خب امیدوارم که تا این قسمت خسته نشده باشید. توی قسمت تا قسمت سکیوریتی رفتیم. توی قسمت سکیوریتی اور سکیوریتی چکم یه سری سوالایی ازتون میپرسن، اون سوالا رو هم بهتون میگیم و میریم تا آخر. پس بریم ببینیم توی قسمت سکیوریتی چی میپرسن. سوالایی که میپرسن اصولا اینا هستش: Do you have a laptop؟ آیا لپتاپ باهاتون هست؟ اگه لپتاپ دارید باید بهشون بگید که لپتاپ همراهتون هست. Do you have any liquids؟ لیکوز یعنی مایع، در واقع یعنی چیزایی که شبیه آب نوشیدنی، آب یا هرچی، آب میوه. اینا رو نمیذارن، اصولا نمیذارن که ببرید و اگر که همراهتون باشه ازتون میخوان که اونو دور بندازید. Are you wearing a belt؟ سوال بعدی که میپرسن Are you wearing a belt؟ belt یعنی کمربند، یعنی اینکه شما کمربند پوشیدی، کمربند داری و ازتون میخوان که احتمالاً کفشتون رو در بیارید. Take off your shoes. کفشتو در بیار. Put your arms out یعنی این حالت. ازتون میخوان که شما دستاتون رو باز بکنید و با اون وسیله‌ای که دارن در واقع شما رو چک میکنن، تمام دستاتون رو چک میکنن و شما با دستاتون رو اینجوری نگه دارید. بعد شما باید دنبال تابلو گیتس باشید، اون راهی که در واقع شما میرید سوار هواپیما بشید. شما باید گیتس نامبرتون رو بلد باشید. از روی کارت پروازتون میتونید گیتس نامبرتون رو در واقع ببینید که چی هستش. توی این کارت پرواز گیت رو اینجا زده D10. در واقع از گیت شماره D10 شما میتونید تشریف ببرید. و اطلاعات دیگه که شما از توی در واقع کارت پروازتون میتونید داشته باشید، یکی boarding time یعنی زمانی که باید سوار بشید. اینجا ساعت 9:10 هستش boarding timeتون. departing time هستش زمانی که شما به مقصد میرسید توی این کارت پرواز، این قسمت هستش departing. اطلاعات بعدی که شما از کارت پرواز میتونید داشته باشید سیت نامبر هستش، اون شماره صندلی که شما میتونید در واقع بشینید توش. توی این کارت پرواز where is my seat یا مثلا میزنن سیت نامبر
شماره صندلی توی این هستش A22. همین اطلاعات از کارت پروازتون در واقع اوکی هستش. البته یه سری اطلاعات دیگه هم داره، مثلا شماره پروازتون رو داره، اسم پروازتون رو داره، اسم خودتون رو داره و یه سری اطلاعات دیگه. خب تا اینجا اطلاعاتی گفتیم که شما سوار هواپیما میشید، قبل شکار انجام میدید، بعد سوار هواپیما میشید و حالا میرید میرسید به در واقع فرودگاه مقصد. توی اونجا هم یه سری روال هستش که طی بشه و بعدش هم از فرودگاه خارج بشید. اونا رو هم بهتون بگم و تموم. شما وقتی به فرودگاه مقصد میرسید، اونجا هم دوباره باید دنبال یه تابلو بشید به نام کاستومز. اول که میرسید اونجا یه تابلوی به نام کاستومز، باید برید توی قسمت کاستومز. توی قسمت کاستومز ازتون میپرسن Where are you coming from؟ Where are you coming from؟ از کجا میای؟ شما میتونید مثلا جواب بدید I'm coming from Iran، من از ایران دارم میام. سال بعدی که میپرسن What is the purpose of your visit؟ قصدت از سفر چیه؟ هدفت از سفر چیه؟ شما میتونید مثلا بگید که I'm here for tourism، برای یه سفر در واقع توریستی دارم. سال بعدی که ازتون میپرسن که Do you have anything to declare؟ چیزی هست که به ما بگی، چیزی هست که بخواید اینجا بیان بکنید، اظهار بکنید. و شما میتونید بگید که اگه چیزی ندارید میتونید بگید که I don't have anything to declare. بعد شما باید چمدوناتون رو تحویل بگیرید، باید دنبال یه تابلوی باشید، baggage claim. به این جایی که چمدونا روش قرار گرفته میگن baggage carousel، جایی که چمدونا روش قلط میخوره و میاد شما توی صف وای میسید و میتونید چمدوناتون رو تحویل بگیرید. خب اینم از اطلاعات و کلماتی که ما توی ایرپورت توی سفرامون استفاده میکنیم. امیدواریم که از این ویدیو لذت برده باشید. پس اگر که هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید، بهتون پیشنهاد میکنم حتما روی دکمه سابسکرایب کلیک بکنید. Take care and bye. مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.